کنگره ای آمریکا برای حمایت از جوانانی که در کودکی به طور غیرقانونی به آمریکا مهاجرت کردند و بر طبق قانون موسوم به داکا اجازه اقامت مجاز در آمریکا یافتند زیر فشار است دیوان عالی آمریکا روز دوشنبه رسیدگی به درخواست دولت پرزیدنت ترامپ برای تجدید نظر درباره حکم دادگاه های فدرال شعبه نهم را که پیشتر به ادامه حمایت از این مهاجران رأی دادند رد کرد پرزیدنت ترامپ در گفتگو با فرمانداران سراسر آمریکا از رأی دادگاه های فدرال شعبه نهم انتقاد کرد جای تاسف است که دادگاه های فدرال شعبه نهم به همه پرونده ها علیه ما رسیدگی می کنند و علیه ما رأی می دهند اما در دیوان عالی وضع ما خوب است این نمایانگر چه چیز در نظام دادگاه های ماست جای بسی تعصف است فعلا داکایی ها برمیگردند تا ببینیم چه می شود خودداری دیوان عالی آمریکا از رسیدگی به درخواست تجدید نظر دولت پرزیدنت ترامپ روزنه امیدی برای جوانان مهاجر غیرقانونی در ایالات متحده تلقی می شود اما از خطر بازگرداندن آنان به کشورشان به کشور مطبوعشان در واقع نمی قانونگذاران آمریکایی از هر دو حزب جمهوری و دموکرات می از تلاش برای توافق بر سر قانونی که به این گروه از مهاجران نهایتا اقامت دائمی است اعطا کند و باز نخواهند